سرخط خبرها، ناتو بعد از 2014 باید در افغانستان حضور استراتژیک داشته باشد نه جنگی. رئیس جمهور میگوید پناهگاه های شورشیان در بیرون از مرز افغانستان است. دیپلمات های افغان باید نمایندگان واقعی افغانستان باشند. حامد کرزی بر تحکیم روابط کشور با جهان بر اساس احترام متقابل تاکید دارد. کابل باید خسارای حمله اخیر به کنسولگری ایران در هرات را پرداخت کند. سرکنسول ایران در هرات میگوید پلیس افغان در مهار معترضان ناتوان بوده. و آغاز مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی مصر در 10 ولایت این کشور، بیش از 26 میلیون نفر در مرحله نخست واجد شرایط رای دهی هستند. بالا خدا سلام، شب شما بخیر. امروز شنبه است 25 قوس 1391 هجری خورشیدی که برابر می شود با 15 دسامبر سال 2012 میلادی. حامد کرزی از کشورهای ناتو خواسته تا پس از 2014 میلادی در افغانستان حضور استراتژیک داشته باشند نه حضور تاکتیکی و جنگی. رئیس جمهور کشور که در نشست سالانه سفیران و کنسولهای افغانستان در کابل سخنرانی می کرد همچنان گفت که تروریسم در خارج از افغانستان پناهگاه دارد و نیروهای خارجی با واگذاری هرچه زودتر مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان از روستاهای افغانستان بیرون شوند. آقای کرزی همچنان به مردم اطمینان داد که وضعیت امنیتی با گذشت هر روز در افغانستان در حال بهبودی است. تأکید مجدد رئیس جمهور کرزی برای آمریکا و متحدانش مبنی بر مبارزاتشان علیه دهشت افغانان در آن سوی مرز. آقای کرزی میگوید که در 10 سال گذشته در نحوه مبارزه آمریکا و متحدانش بر علیه تروریسم در افغانستان اختلافات وجود داشته و در این میان افغانستان همواره تاکید کرده است که لانه های تروریسم در خاک افغانستان نه بل در بیرون از این کشور می باشد. رئیس جمهور کرزی می افزاید با آنکه آمریکا و ناتو می دانند که لانه های اصلی تروریسم در بیرون از افغانستان است و با عنوان همپیمان این کشور باید به حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. در اظهارات کشورهای ناتو و امریکا به این مسئله آل اشاره میشه و از دید ما این کافی نیست. در حالی که ما هم پیمان ناتو استیم و هم پیمان امریکا استیم، ایران ما از اونها میخواهیم که به تمام معنا حاکمیت ملی افغانستان قوانین افغانستان احترام شده و از این دیدگاه که با امریکا رابطه ما داره مختتر و مختتر میشه. از سوی هم رئیس جمهور کرزی بر خروج زودنگام نیروهای خارجی تاکید نموده و بر واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان پافشاری دارد. آقای کرزی همچنان از ناتو و متحدانش خواست تا در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی حضور استراتژیک داشته باشند نه حضور تاکتیکی یا نظامی. ناتو و امریکا از افغانستان در 2014 به خیر بیرون میاد و پیش از 2013 هم انتقال قدرت کاملا به قوات های افغانی صورت میگیرد، یعنی که در خاک افغانستان فعالیت نظامی نیروهای خارجی نمیاد. گفتنیست که آمریکا به تازگی اعلام کرده است که بعد از سال 2014 میلادی 10,000 سربازش در افغانستان حضور داشته باشد. موضوعی که حال کابل و واشنگتن روی آن گفتگو دارند. دیپلمات های افغان باید از افغانستان نمایندگی واقعی کنند. رئیس جمهور کرزی در نشست سالانه سفیران و ژنرال کنسول ها در کابل با گسترش روابط دو جانبه با کشورهای جهان تاکید نموده افزود که در شرایط کنونی افغانستان نیاز به روابط خود با تمامی کشورهای منطقه و جهان دارد. آقای کرزی تصریح نمود در گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی باید منافع ملی کشور در نظر گرفته شود. با آنکه در 10 سال گذشته دولت افغانستان همواره به دنبال گسترش روابط خارجی خود با کشورهای جهان بوده است،
و تا اکنون با چندین کشور منطقه و جهان پیمان راهبردی به امضا رسانده است، اما با آن هم هنوز رئیس جمهور کرزی بر گسترش روابط خارجی افغانستان تاکید دارد، رابطه که به گفته رئیس جمهور کرزی منافع ملی کشور در اولویت قرار گیرد. آقای کرزی در نشست سالانه سفرا و جنرال قنسول ها در کابل اظهار داشت که در شرایط کنونی داشتن رابط با کشورهای جهان همرس نهایت ضروری و حکومت افغانستان بر گسترش رابط دو جانبه اهمیت ویژه بدهد. ما اگر با کشورهای همسایه رابطه محکم داریم، در عین حال با دوردست‌ترین نقاط دنیا هم به تماس هستیم. پس رابطه ما همه جانبه است و کامل است. برای کشور مثل ما که غریب هستیم و از لحاظ تعلیم و تربیت در جمله پسمانده ترین ممارک هستیم، همچین رابطه یک امر فوق العاده است. آقای کرزی افزود که افغانستان در چگونگی رابط خود با دیگر کشورها محتاط بوده و رابط این کشور با آمریکا و متحدانش بر پایه منافع ملی افغانستان است. چگونگی رابط ما با ساحات مختلف و با کشورهای مختلف، ما دیدگاه های مختلف هم داریم. با ایالات متحده آمریکا که از لحاظ اهمیت استراتژیک رابط ما مهمترین رابطه ما در جهان است. افغانستان بنای رابطش کاملا بر منفعت ملی افغانستان است. در همین حال زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان این نشست را به سود سیاست خارجی افغانستان خوانده می گوید که این نشست فرصت می دهد تا برنامه های استراتژی سیاسی کشور بیشتر تحقق یابد. حضور نمایندگان سیاسی و کنسولی افغانستان در کابل این فرصت را برای ما مساعد ساخته است تا پلان استراتژیک وزارت امور خارجه که اولویت های اساسی سیاست خارجی کشور در 3 سال پیش رو را اتمام کند و ایشان در میان گذاشته و در مورد آن تبادل نظر صورت گیرد. این در حال است افغانستان تا اکنون با چندین کشور در منطقه و جهان از جمله آمریکا پیمان های استراتژیک مهم را به امضا رسانده است. کمیسیون حقوق بشر از وضعیت رسانه ها در کشور ابراز نگرانی میکند. کمیسیون حقوق بشر دستاوردهای رسانه ها را در 10 سال گذشته در رشد اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیگر بخش ها نهایت مهم و ارزنده عنوان نموده میگوید که با وصف این همه دستاوردها چالش های هم در برابر آزادی بیان وجود دارد که حتی منجر به کشته شدن شمار از خبرنگاران شده است. این کمیسیون نقش رسانه ها را در انتقال نظام و پروسه انتخابات نهایت مهم خوانده میگوید بدون آزادی بیان شفافیت در پروسه انتخابات وجود ندارد و باید رسانه ها بیشتر از پیش مورد حمایت دولت و ارگان های امنیتی کشور قرار گیرند. رسانه ها در کشور در 11 سال گذشته پیشرفت های چشمگیر داشته است. هرچند در پیشبرد کار رسانه ای چالش های متعدد هم وجود داشته که حتی منجر به کشته ولت و کوب خبرنگاران شده است. حال کمیسیون حقوق بشر نیز از وضعیت رسانه ها در کشور ابراز نگرانی کرده می گوید که در 11 سال گذشته رسانه ها دستاوردهای خوبی در رشد آزادی بیان داشته است، اما هنوز هم چالش های وجود دارد که مانع کار رسانه ای در کشور می شود. حقیقت آزاد نیست. آزادی هم حقیقت نیست. یعنی حقیقت باید آزاد باشه تا آزادی حقیقت پیدا کنه. و در این راستا رول شما بسیار اساسی و بنیادی است. از اثر تلاش ها و از اثر کارکرد مطبوعات است که امروز ما شاهد مطالبات روزافزون اجتماعی هستیم در افغانستان. ما شاهد از بین رفتن بی‌تفاوتی در افغانستان هستیم. حساسیت اجتماعی در برابر نقض موارد حقوق بشر، در برابر فساد، در برابر ناملایمات، در برابر نقض حقوق و آزادی های مردم خودی از این نشاندهنده از این است که مطبوعات افغانستان روز به روز به طرف معیاری شدن میره. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تاکید بر پوشش برنامه های رسانه ای میگوید رسانه ها موضوعات چون حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب و تطبیق قانون را بیشتر از هر زمان دیگر مورد پوشش گزارشاتشان قرار دهند تا اینکه از وخیم شدن اوضاع و متشنج شدن دیدگاه های مردم جلوگیری صورت گیرد. از سوی هم فرید امیر عضو این کمیسیون از کاهش اشتراک مردم در پروسه انتخابات پیشرو در کشور خبر داده میگوید برای پوشش شفاف این پروسه نیاز به اقدامات لازم رسانه ها می باشد. وقتی ما از آزادی ها بزنیم، از دموکراسی گرد بزنیم، بدون اشتراک زن ها ممکن نیست. یعنی این بخاطر از این است که مذر هستم، بخاطر از این است که یک واقعیت است.
یعنی هیچ کشور را شما نمی‌بینید که او براش با آزادی ها و دموکراسی ها رسیده باشه و در صورت که نصف نفوس جامعه از او آزادی ها استفاده نکنه. پال سیاسی از سال 2014 یا 1393 کمتر روی این مسئله صحبت شده که دستاوردها در سی حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها در افغانستان در دوره انتقال چگونه است؟ با این همه عدم حمایت حکومت به ویژه نیروهای امنیتی کشور از رسانه ها، نبود امنیت در بعضی از مناطق، کاهش حمایت جامعه جهانی از رسانه ها، از نگرانی های جدی فراراه رسانه ها محسوب می شود. مجلس نمایندگان میگوید که در استیضاح 11 وزیر عجولانه تصمیم نخواهد گرفت. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان میگوید تعداد از وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی که در سال 1391 خورشیدی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند استیضاح نخواهند شد. آقای ابراهیمی تاکید کرد در استیضاح وزیران که نتوانستند بودجهشان را به مصرف برسانند عجولانه تصمیم نخواهند گرفت. اصلا هم شمار از اعضای مجلس نمایندگان بدین باورند که برای این وزرا صندوق رای گیری گذاشته شد و از آن طریق سلب صلاحیت شوند. پس از فیصله مجلس نمایندگان مبنی بر استیضاح 11 وزیر که نتوانستند بودجهشان را بالاتر از 50% به مصرف برسانند، کشمکش ها در مجلس نمایندگان بیشتر از هر زمان افزایش می‌یابد. رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید که در استیضاح 11 وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی عجولانه تصمیم نخواهد گرفت. آقای ابراهیمی افزود تعداد از وزرای کابینه رئیس جمهور کرزی که در سال 1391 خورشیدی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند استیضاح نمی‌شوند. استیضاح از صلاحیت اختصاصی ولسی جرگه است. از وزیر سیبا میتونه که 20% اعضا باید پیشنهاد بکنه، اما با دلایل موجه گفتگی است. اجازه بدین دلایل موجه گفته اینال وزیر صیبی که در سال 1391 رأی اعتماد گرفته در مورد قطعه 1390 که ما او را مورد استیضاح قرار میتیم، اینمی دلایل موجه نیست. در این حال شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که هیچ دلیل جز سلب صلاحیت 11 وزیر کابینه وجود ندارد. این وکلا می افزایند باید مستقیما وزرایی که نتوانستند بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند صندوق رای گیری گذاشته شود. به گفته اعضای مجلس در استیضاح این وزرا نباید مجلس نمایندگان بر اساس سلیقه های شخصی و قومی اقدام کنند. قانون اساسی افغانستان میگه که سلب اعتماد به بررسی گرفته میشه، قناعت و عدم قناعت به بررسی گرفته میشه. بررسی گرفتن بلند کردن کارت سرخ و سبز نیست. رای عدم اعتماد یا سلب اعتماد به بررسی گرفته نمیشه. من این وضاحت بر ازی دادم، اگرچه من خودم به هر صورت من این بر ازی دادم این وضاحت که در آینده اگر یک وزیر استیضاح میشه که ممکن به سلیقه ما برابر نباشه، اما به سلیقه وکیل صاحبایی که برای اسماعیل خان امضا کرده برابر باشه، باز اونا لطفاً قانون اساسی را در ذهنشان داشته باشند که گفتن اگر وضاحت قناعت را فراهم نکرد و شیوه قناعت چی از شما کارت بلند میکنه. این که در مورد سرنوشت 11 وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی از سوی مجلس نمایندگان مبنی بر عدم مصرف بودجه انکشافیشان چی فیصله خواهد شد، گذشت زمان پاسخ خواهد داد. دولت افغانستان باید جبران حمله بر کنسولگری ایران در هرات را پرداخت کند. مسئولان کنسولگری ایران در هرات میگویند که در حمله اخیر شمار از افراد معترض به این نمایندگی خسارات هنگفت به آنان وارد شده است که دولت افغانستان باید جبران خساره کند. سرکنسول ایران در این ولایت در نشست خبری میگوید که برخلاف معاهدات بین المللی در مورد حقوق نمایندگی های سیاسی، نیروهای امنیتی این ولایت نتوانستند امنیت کنسولگری ایران را در هرات تامین کنند. او میگوید که دست های بیگانه در پی متشنج کردن روابط میان ایران و افغانستان هستند. مسئولان سرکنسولگری کشور ایران در ولایت هرات میگویند در حمله ای اخیر شماری از افراد معترض به این نمایندگی خسارات زیادی به آنان رسیده است که دولت افغانستان باید جبران خسارات کند. آنان همچنان تصریح میکنند که دستهای بیگانه قصد برهمزنی روابط مستحکم میان افغانستان و ایران را دارد. سرکنسول ایران در هرات امروز در نشست خبری گفت برخلاف تمامی معاهدات بین المللی در مورد حقوق نمایندگی های سیاسی، نیروهای امنیتی ولایت هرات نتوانستند تا امنیت سرکنسولگری ایران را تامین کنند. دشمنان ما تو این سرزمین به شکل گسترده حضور جدی دارند. آمریکایی‌ها هر روز ما تهدید به حمله و براندازی میکنند.
انگلیسی همون کار انجام میدن، اینو الان اون کار انجام میدن. همین هم داره که همین کشور پایگاه دارن، پول میدن به آدم های مختلف، به جاهای مختلف جاسوس درست میکنن و امثال اینا. ما متهم اصلی رو بیگانگان میدونیم. سرکنسول کشور ایران در هرات همچنان علاوه میکند دشمنان کشور ایران در افغانستان به صورت گسترده فعالیت دارند تا روابط صمیمی ایران و افغانستان را خدشه‌دار بسازند و بر اساس قوانین بین المللی دولت افغانستان می بایست با اتخاذ تدابیر امنیتی از این حرکت ها جلوگیری شود. در همین حال محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید عدم هماهنگی مردم با دولت در این اعتراضات باعث شد تا این تظاهرات به خشونت بیانجامد. آقای نوری می گوید با آن هم نیروهای امنیتی توانست تا از بروز واقعات خطرناکتر جلوگیری کند. تمامی خواسته های کنسولگری جمهوری اسلامی ایران مقیم ولایت هرات و همراه ادعایی که صورت گرفته به وزارت امور خارجه فرستاده شده تا از مجرای دیپلماتیک به حل از او اقدامی صورت بگیره و ما انتظار از این داریم که این قضیه به زودی حل بشه. در هفته گذشته ده ها تن از باشندگان ولسوالی کهسان ولایت هرات در پیوند با آنچه آنان عدم انتقال اجساد کشته شدگان خود را در ایران عنوان کرده بودند دست به اعتراضات خشونت آمیز در مقابل سرکنسولگری ایران در ولایت هرات زدند. وزارت امور داخله بیش از 400 سرباز پلیس را به منظور حفاظت از جان اعضای مجلس نمایندگان موظف ساخته است. شمار از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز مخالفت از عملکرد وزارت امور داخله میگویند اعضای مجلس نمایندگان حق در اختیار داشتن سربازان پلیس را برای محافظت جانشان ندارند. اما برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان برعکس این اظهارات میافزایند که همه روزه از سوی مخالفین مسلح حکومت تهدید میشوند و افزایش در تعداد محافظین نیاز مبرم می باشد. توظیف کردن بیش از 400 سرباز از سوی وزارت داخله مبنی بر تأمین امنیت اعضای مجلس نمایندگان با واکنش تند شماری از این نمایندگان قرار گرفت. اعضای مجلس نمایندگان می گویند که وزارت داخله حق در اختیار گذاشتن سربازان پلیس را به منظور تأمین امنیت وکلا نداشته و نمایندگان تنها حق نگهداری 4 محافظ را دارند. سی جرگه مشران و جرگه پیسلا موجود داده، هر وکیل حق لری چه رجال برجسته مربوط دو نفره وکی آغا بدگتان واخلی، نور که چوک پاتی وی آغا دی واخلی کچا زیاد اخیستلی وی مربوط دی رجال برجسته کولیشی چه نفعی که او کنسلی. وکیل صاحبان وی سی دادی لغوه سی دا بدگتان دی زینی واخستل سی بل جم وی چه ندادی نلغوه کی دی دا مسئله دی مجدی پا جنجال کنا چی پون با دی شکل بندی رسیت دام زینی وکیل صاحبان تلس و پنزلس بدگتان کړی دی وزارت دفاع د خاص عمر کول سوی دی او جنې وکیل صاحبان څلور قانوني هغه باندې ګټان چې د شورا د خپل لري نور خپل باندې ګټان ته شخصي ماشونه ورکی. از سوی هم شماری از این نماینده ها تاکید دارند که با توجه به وضعیت فعلی همه روزه اعضای مجلس از سوی مخالفین تهدید می شوند و نیاز مبرم است تا بر تعداد از محافظین وکلا افزوده شود. من هم یک 2-3-4 نفر اضافی دارم و ای نه فایدهش به من میرسه که بگم ای پول رو که میگیره او را من بگیرم در کدام جای مصرف کنم، او را همو عسکرهایی که هست همو عسکرها میگیره که عسکرها از همون ملت است و دلیلش هم ایسته که شما از اداره محترم امنیت ما پرسان کنین هر دو هفته هر یک هفته نفرهایی که برای ترور از ما بعد از معاونین ریاست جمهوری و ریاست جمهوری این دلیست دوم است بعد از این مرتبه دوم. هر وکیل بله 4 نفر از آدرس شورا 4 نفر بادیگارد میتونه داشته باشه که معاش و سایر چیزایی که ضرورت دارم از اینجا اجرا میشه. بله بنابراین شما یک مکتوب به وزارت امور داخله نوشته کنید که برای وکیلا من حیث وکیل وزارت داخله بادیگارد نته. بر اساس گزارش های مجلس نمایندگان شماری از رهبران احزاب سیاسی در مجلس نمایندگان وجود دارند که از وسایل نقلیه وزارت امور داخله و سربازان پلیس بیشتر استفاده می نمایند. این در حالی است شماری از اعضای مجلس این اقدام را خلاف تعهدات مجلس نمایندگان می دانند. راه های مواصلاتی 9 ولسوالی در ولایت بدخشان در اثر ریزش برف برای ترافیک مسدود شده است. مقام های محلی در بدخشان می گویند در نتیجه سرازیر شدن برف در این ولایت راه مواصلاتی 9 ولسوالی سرحدی این ولایت برای مردم مسدود شده و هزاران خانواده با کمبود مواد غذایی مواجهند. در همین حال باشنده های این ولایت می گویند که با مسدود شدن راه مواصلاتی بهای مواد غذایی در این ولایت به گونه سرسام‌آور افزایش یافته است.
سرازیر شدن برف سنگین در ولایت بدخشان اکثریت راه‌های مواصلاتی این ولایت را مسدود ساخته است. عبدالمعروف راسق سخنگوی والی بدخشان میگوید که مسائل راه‌های منتهی به این ولسوالی‌ها بر اثر ریزش برف‌های سنگین مسدود و مردم را با مشکلات زیاده روبرو ساخته است. ولسوالی سرحدی ما هست و ولسوالی مجموعه نو ولسوالی میشه برناشان به اثر بسیار سنگین روز گذشته مسدود شده که رفت آمد ترافیک مشکل ساخته. یک مقدار کمک هایی که در اوائل آخر مای تابستان اوائل مای فصل خزانی که صورت گرفته بود بسیار اندکی است، ناچیز است و هیچ مشکلی و هیچ درد ملت مردم ما را در اون ساعت دوانه. آقای راسخ با وجود که از کمک‌های مواد غذایی برای باشنده‌های این ولسوالی خبر می‌دهد، اما می‌گوید که این کمک‌ها بسنده نیست و می‌افزاید که در حال حاضر 700 هزار خانواده مسکونی با کمبود مواد غذایی در این ولایت مواجه‌اند. اگر مانند سالی که داشته ادامه پیدا بکنه برفکوری ها و برفکوچی ها واقعا مشکلات بسیار سنگینی را برای مردم ما در اون ساحه میاره. اکثریت مردم ما مالدار هستن و اونا از طریق مالداری و از طریق زندگیشان را پیش میبرن. اگر الوفبار هم برای مردم ما کمبود شود در اواخر سال زمستان، یک مشکلات کلان است که به اون مردم ما واقعا با متوجه شان امیدوار هستم و مقامات اطلاع و خصوصا کمیته مبارزه با حوادث و مشکل مردم ما را در نظر گرفته یک مقدار توجه شود. در این حال باشنده های این ولسوالی ها می گویند که پس از مسدود شدن راه های مواصلاتی و غیر غذایی در این مناطق به صورت سرسام‌آور افزایش یافته و نگرانی های مردم از کمبود مواد غذایی بیشتر شده است. اما سخنگوی والی بدخشان میگوید که در صورت ادامه این وضعیت اداره محلی بدخشان تلاش خواهد کرد تا مواد غذایی را به باشندگان این محلات از طریق کشور تاجیکستان انتقال دهد. ولایت بدخشان دارای 28 ولسوالی میباشد که اکثریت ولسوالی های آن به دلیل ریزش برف های سنگین تا دیر زمان مسدود میماند. خبرهای خارجی را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال کنید.